محمد یاسین حبیب آگاه مسائل سیاسی و حبیب خان زازی آگاه روابط بین الملل برای بحث بیشتر در این مورد اینجا در استودیو با من هستند. بسیار خوش آمدین مهمانان عزیز. آقای زازی، فکر میکنین چرا باید امارت اسلامی در نشست دوحه اشتراک نکنه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر. عرض سلام و ادب دارم به شما بینندگان عزیز ما. خب اینجا مسئله مهم، مسئله اجنده است که در اونجا بحث میشه و خواسته های دو جانب. چیزی را که امارت اسلامی میخواه که من حیث اجنده در این مجلس بحث شوه، او برای ملل متحد یک چالش است به ذات. به این معنی اگر به او اجندا می پردازه، گویا قسما امارت اسلامی را به رسمیت می شناسن و از طرف دیگه امارت اسلامی هم ای را حق خود می دانه که به نشست که دعوت می شن من حیث یک نماینده مملکت که همه امور در زیر سرپرستیشان قرار داره دعوت شوند، نه من حیث یک گروه. و ضمناً اجندایی که بحث میشه یکی از اون مسئله امی گفتگوها یا مجلس بین الافغانی است تا یک حلی را پیدا بکنه. خب اینجا گمان کنم که امارت اسلامی موضعش در این دولت خوبی قرار داره. چرا؟ که این اجندا من حیث یک مکانیزم موجب بحث میشه که آیا چی گونه ای به این گفتگو بپردازیم. خب در اون صورت کسی که طرف این موضوع قرار داره که امارت اسلامی باشه و ملل متحد و دیگر استیکولدرهایی که است، او مهم است در اینجا، نه کسی که خودشان باید داخل بحث باشند. اینجا مشکل همینجا است که امارت اسلامی خب میشه ای من تو عدس میزنم اگر این چونین نشد که امارت اسلامی مستقیما سر می اجندا بحث بکنه، ولی سر چگونگیش، نه خود اجندا که داخلش سب یا اجندای فرعی داره، اگر این چونین نشه بحث طرف دیگه میره. یعنی منظور، یعنی ترس از چی است آقای زازه؟ اگه کمی واضح تر صحبت شود با مردم، کلانترین نگرانی امارت اسلامی که اشتراک نمیکنه به این نشست چی است؟ خب یک نشست مهم است، اکثر کشورهای جهان نماینده های ویژاش به این نشست میآیه و این گونه نمایندگان سازمان ملل هم میآید، چرا باید امارت اشتراک نکنه؟ خب امارت مثل من حیث امارت دعوت میشه، ای برشان مهم است یا من حیث یک گروه؟ اگر من حیث یک گروه شوه که باز اصلا ایجا چیز مشروعیتشان، خب ای که در دول خارجی چگونه است و خط جداست، ولی در داخل هم نزد جهان مشروعیت امارت خب زیر پرسش است. میدونین هیچ کشور جهان امارت را به رسمیت نمیشناسه، ولی فکر نمیکنین یک فرصت است به هر نامی که دعوت میشه برن اونجا و آنچه تصویر واقعی افغانستان است باید به جهانیان ارائه شوه؟ بخی موافق هستم به این. اگر به بحث دوم بریم که ایجا تنها مسئله اجندای گفتگوان بین الافغانی نیست، اجنده های حقوق هست، حقوق بشری و حقوق انسانی یا موضوع مسئله چیز مواد نشه‌ای است، تجارت یا کشت و کار و مسئله گروه های مسئله تروریستی به زبان آنها. این موضوعات است که من هم طرفدار ایزی هستم که باید امارت اسلامی با یک استراتژی عملی اوجا پیش شد و استراتژی خود را بیان بکند. این شاید آسان بسازه قدم های آینده را به خاطر شناخت یا به رسمیت شناختن اینها. چرا که این قدم هایی است که اینا بردارن که در این اجندایی که بسیار مهم است و این 30مین بار است که در نشست ها مکرر بحث میشه، از امارت اسلامی خوب است با کارشناسایشان بشینن، چیزی را که دارن با مو زبان بین المللی بیارن، من حیثی یک استراتژی پیش بکنن و از او دفاع بکنن.
این بهترین و مهمترین چانس هم هست، چرا که زمان میگذره و ما هرچی بعقب بریم بعقب میمانیم. پس به او خاطر خوبتر است که استفاده شود. تشکر، برمیگردیم به شما. آقای ابی، برداشت شما چی است؟ فکر میکنین امارت اسلامی در یک موقف خوب قرار داره در پیوند به برگزاری نشست دوحه؟ حالا میگه که خوب اشتراک میکنه ولی مشروط، اگر شرط هایشان پذیرفته شد حضور پیدا میکنه و اگر پذیرفته نشد حضور پیدا نمیکنه، یعنی عملا در تقابل است با جامعه جهانی. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام درود به شما و به همکاران محترم شما، به مهمان عزیز حاضر در برنامه و همچنان به بیننده و شنونده نهایت عزیز تلویزیون شما، چه در داخل و چه در خارج. ببینید جناب رازقیار صاحب، یک چیز خدمت شما عرض بکنم. ما همیشه در بحث‌های خود گفتیم در هر کشوری که چی دور چی نزدیک، اگر راجع به اوضاع افغانستان اونجا جلسه‌ای دایر میشه، حضور نماینده‌های امارت اسلامی ضرور است، خصوصا ای که باز اینا دعوت میشن. جناب رازقیار صاحب آل اینا میشه که برن حرف خود بگوین. یعنی اعتراض هایی که از طرف جامعه جهانی بعض از کشورهای مغرض نسبت به امارت اسلامی او را مستولی ساختن، حرف بزنن، دفاع کنن. مثلا دو موضوع خیلی عمده و اساسی که او بغرنگترین مسئله هست، دنیا هم او را مطرح میکنه، خصوصا کشورهای مغرض، در حالی که خواست اکثریت قاطع ملت مظلوم ما هم در اون مسئله هست، حکم خدا و رسولش هم در اون مسئله هست، مسئله باز کردن دربای مکاتب بالاتر از صنف ششم و همچنان پوانتونا بروی دخترای وطن. حالا ببینید دنیا اینمی مسئله رو بسیار جدی گرفتن. دوم مسئله که دنیا این مسئله رو بسیار جدی گرفتن، ایجاد یک حکومت همه شمول هست. ما همیشه جناب رازقیار صاحب امیر ما گفتیم از طریق رسانه، خصوصا از طریق امیر رسانه خوب مشهور کشور ما، که امارت اسلامی درست است این حق نته که بیرونی ها مثلا مداخله کنه، ولی امی که خواست ملت ما چیست، تقاضای ملت ما چیست، مقتضای ملت ما چیست، آرزوهای بر حق مشروع ملت ما چیست، روی از او فکر کنن، تمکین بکنن، حکم پروردگار چیست. این مسئله ادامه تاثیر برای دخترای وطن است. درست است امروز حکومت هست مربوط امارت اسلامی و جغرافی های افغانستان حاکم است، چیزی را که اسلام حکم میکنه، شریعت و قرآن محمدی حکم میکنه، در قسمت ادامه تاثیر دخترای وطن امور عملی بکنه. ولی خب اصل آجندای این نشست بحث گماشتن نماینده ویژه بر افغانستان است که امارت اسلامی مخالف از او است. میدونین با کدام شرط ها یک نماینده ویژه از طرف سازمان ملل گماشته میشه به کشورها؟ در کشورهایی که منازعه میباشه، عملا منازعه نیست در افغانستان. من میگم جناب رازقیار صاحب، مثل که پیشتر هم میگفتم که همیشه به اصطلاح دو اعتراض مهم عمده و اساسی دنیا روی این مسئله که من عرض کردم خدمت شما، مثلا به طور مثال درست است بله که در قسمت تعیین نماینده هست، ای تعیین نماینده ای حق مشروع امارت اسلامی است. بیاییم امیر صادقانه بگوییم، بیاییم امیر بیطرفانه بگوییم، امروز امارت اسلامی در 99.5% جغرافیای افغانستان، اگر بگویم 100% جغرافیای افغانستان حاکم است، کار میکنه، تلاش میکنه، یک سلسله تلاش های عمرانی و ساختمانی و اعمار مجدد فوق العاده و شکل بسیار خوب درستش انجام میده، در قسمت تلاش های فعالیت های پروژه های اقتصادی کار میکنن. ولی چیزی که دنیا سر از او تاکید دارد، سر از او تمکین دارد، که ملت ما هم به می قسمت روی همین دو موضوع که من خدمت شما عرض کردم. جناب رازقیار صاحب امیر نماینده های امارت اسلامی، امیر به دنیا اطمینان بتن، اگر در مثل جلسه هست برن بگن بله این ادامه تحصیل برای قشر نسوان حکم خدا و رسولش است، ما مسلمان هستیم، تحقق شریعت قرآن محمدی را برای انداختیم، حکومت 100% اسلامی، بله ما این کار انجام میتیم، اطمینان بتن، بله این مقتضای ملت ماست، حکم پروردگار است. دوم مسئله حکومت هم شمول بیم، یک چه در خدمت شما عرض کنم که این دنیا سر از این تمکین داره، دنیا در سر از این بایی پاپشاری داره، علمی یک بانه قرار داده دنیا. بگوید درست است بله ما امروز حکومت امارت اسلامی در نتیجه 20 سال مبارزه و پیکار مسلحانه ما امروز در جغرافیای افغانستان حاکم شدیم. درست است ما میاریم چهره ها و کادرهای خوب درست خوش سابقه
نیکنام تحصیل یافته با تجربه خداپرست داره، ما میاریم که او بیرون از امارت اسلامی باشه. بله، اما فراموش نکنین که سیاست خارجی هر کشور استوار و استاده بر سر منافعشان است، اونها به دنبال منافعشان هستند، زیاد برشان مهم نیست که کی بر سر اقتدار است، دخترها به مکتب میره یا نه. خب ممکن پشت پرده بازی های دیگر است که امارت نمیخواد اشتراک بکنه در این نشست. جناب رازقتیار صاحب، ما برای شما موافق هستیم با صحبت های شما. همیشه ما گفتیم که دنیا اصلا یک بانه است که میگن که چرا ادامه تحصیل نه از ادامه تحصیل دخترای افغان بازمانده، یک بانه است. یک بانه قرار دادن، هیچ گاه اینا طرفدار از این نیستن که اولادی وطن تحصیل کنه، اولاد این وطن به اصطلاح چیز کنن، این خودشان به اثر سعی و تلاش تحصیل خود وطن خود جور کنن. اونا میگن که بانه کرد چی که اولاد این وطن بی سواد بار بیایه چی مرد چی چیزن کنه، زمینه چور چپال برشان مساعد باشه. اما آمدیم راجع به این که من منظورم ایست که وقتی که ملت ما، اکثریت قاطع ملت ما از این امارت اسلامی دفاع کنند، در کنار این امارت اسلامی قرار داشته باشند، با چنگ دندان از امارت اسلامی پشتیبانی بکنند، شما مطمئن باشین که خدای حمایت میکنه و بعدم دیگه برای دنیا است چیز نمیمانه که انتقاد بکنه. وقتی که یک رژیم، یک نظام، یک حکومتی که از پشتیبانی قاطع اکثریت مردم خود برخوردار باشه، اونجا دیگه برای دنیا سه چیز نمیمانه که مداخله کنه. ولی حالا چون یک مقدار مشکلات وجود داره، بهترین چهره های ما، بهترین کادرهای تحصیل یافته و با تجربه مؤمن ما، خوشنام ما به اصطلاح بیکار یا داخل یا در خارج است، یا اولادی وطن خودن، دخترای وطن در خانه نشستن از ادامه تحصیل باز ماندن، این یک نوع مایوسیت در ملت ماست. ما امیدواریم که اینمی خلار رهبرای محترم امارت اسلامی همین رفتار بکنن، بعدا دیگه برن با یک مشت پر برن در هر جلسه بشنن با چنگ دندان دفاع کنن، به خاطر که ملت پشتیبانش میباشه. آقای زازای، خوب اصل چالش و تنش بین امارت اسلامی و سازمان ملل بر سر برگزاری نشست هم روی گماشتن نماینده ویژه از طرف سازمان ملل است. چرا سازمان ملل میخواد نماینده ویژه بگماره در حالی که دفتر یونما در کابل است و خب اینجا هیئت معاونت سازمان ملل عملا داره فعالیت میکنه، و خب چرا امارت مخالفت بکنه با این که خب اونها نماینده نگمارن؟ تشکر. اصلا مهم برای امارت ای است که امو شکل ظهورش در این چنین نشست ها و شکل ظهورش من هست یک مملکت در جهان، او باید طوری مطرح شود که با دیگه کشورها میشه و این حقش هم است. چرا که زمانی که استادم فرمودن همه سیستم ها درست کار میکنه، خب سیس بازی کمیا و کاستی هایی هست، زمانی که امنیت مکمل موجود است، 100% روی بانتون ها و یا مکاتب بسته نشده، یک قشر از چیز باز مانده، ولی بر اونا راه دیگه باز شده که مثلا مدارس است. شما اگر حالی ببینین یک عالم از خواهرای ما به مدارس میرن و درس میخوانن. خب رفته رفته میشه که این مشکل هم حل شود و برای نو سر یک مکانیزم کار شود و مکانیزم هم پرزیدنت شود. ما خوبترین برهی تاریخ قرار داریم که بتانیم تصامیم خود را خود ما بگیریم، نظر به فرهنگ ما، نظر به عقاید ما و نظر به شرایط زندگی که محیطی که ما داریم در افغانستان، ما تصمیم خود در هر مورد بگیریم. یعنی چیزی نباشه که تا به الحال نسخه بیرونی نباشه پکیجایی که تطبیق شد عموما ناکام به این خاطر ماند که او مطابق به فرهنگ و عنانات و عقاید کشور نبود. پس اینجا خوب است که دمی چیز مبارزه شوه برای ازی که نماینده باید نماینده دائمی باشه و ای که او تعاملی که برای یک کشور میشه با یک کشور شوه، و در ضمنش وقتی که اینا هم میرن از یک موضع قوی در این چنین مجالس به حساب بیانی داشته باشن. و ما یک مورد دیگی هم که میخوایم درباره امی اجندایی که بله پیش از اینکه این مورد را اشاره بکنین، اجازه بدین یک وقفه میگیریم، دوباره به شما برمیگردیم. بیننده ادامه برنامه پس از وقفه باشید.
بیننده ادامه برنامه نیمه روز از تلونیوس هستید. بفرماین آقای زاده، ادامه صحبت های شما را میشنویم. در محور که خب بالا امارت اسلامی اگه اشتراک نکنه چقدر میتونه خطرناک باشه؟ تشکر. اول خب مهم عمومی است، این نه تنها برای خود امارت اسلامی بلکه برای ملل متحد هم بسیار مهم است، زیرا ملل متحد هم در صدد ازی است که دونرا را قناعت بده که وضعیت افغانستان را طور آماده بسازه که اونا دونیشن کرده بتانند. و ای باز خب مستقیما ارتباط میگیره، این خدمات برای مردم افغانستان میرسه. ای از یک طرف که خود موجودیت یا قوت ملل متحد این جزیر سوال میگه اگر نتیجه درست نباشه، اگر چینا اما موفقیت های خود را با قدوم اطفال هم حساب میکنن، بسیار کم کم موفقیت را موفقیت میگیرن، ولی برای امارت اسلامی موفقیتی است که اگر ما یکم که چیز بکنیم که در زمانی که در می 2023 میتینگ دایر شد، در مجلس بود، از امارت اسلامی اصلا دعوت نشد. در نشست اول نشد. در نشست دوم خب شرایط طوری شد که امارت اسلامی اشتراک نکن. حال سوم باز یکی نماینده ملل متحد اونا میخواین رسما از امارات اسلامی که اشتراک بکنه، این خودش یک موفقیت است و یک قوت موضوعی است. حال آمدیم که برای امارات اسلامی طوری که پیشترم عرض کردیم که این موقعیت ها بسیار مهم و اساس است که اینا استراتژی های خود را اونجا بیان بکنه و این سوالات خود خود حل میشه. باز امو علاقات مغرضی که از این موقع استفاده میکنه و نوع لابی میکنن و میخواهند آینده افغانستان تاریک نشان بده، این مسئله باز خود خود حل میشه، چرا که یک استراتژی منظم و با یک به حساب رودمپی که استپ به استپ اینا چگونه با ما چیزی که دنیا میخواین خودم میرسانن او معلوم میشه. حالی آمدیم اصلا از دو جانب باید قدم گرفته شود که ما گفته انگلیزا وین وین سیچویشن بیه، یعنی حالت برد برد بیه، یکی یک قدم چیز تیر شود ملل متحد که در اجندایی که گنجانیده شده از چیز مخالفین دعوت نشود، امارت اسلامی من حیث امارت دعوت شود، سر مکانیزم گفتگوهای بین الافغانی جا بحث شود. خب و از یعنی امارت اسلامی در چیز خود تناب باشه با اجنداهای دیگه که میره، این یک طرف. و در ولی نشست زمینه ساز ازی باشه که گفتگوهای بین الافغانی آغاز، چرا نه، سر مکانیزم ازی باید بحث شود که از هر دو جانب، چرا که اگر امارت اسلامی نخواه اصلا گفتگو نه دایر شده میتونه نه معنی داره، چرا همو چیزش میزبان از گفتمان ها باید خود امارت اسلامی باشه که دیگرها را بپذیرند در داخل چیز به خاطر این گفتگوها. این یک قدم است که ملل متحد میتونه بانه و امارت اسلامی مثلا در این چیز در این مجلس در این نشست از امی اجندای برسمیت شناختن خود تیر شود. خب این یک چیز از هر دو جانب میشه که ما او را میتونیم بگیم که یک موقعیت برد برد است که در این مجلس نه مجالس آینده میشه که مسئله برسمیت شناختن یک اجندای مشخص شود و شرایط از او سرش باز شود. بالاخره استیج با استیج بریم. بله بله، یک چیز از تقای زازه، شما اگر با خارجی ها بشینین یا امرارشان صحبت بکنین در مورد برسمیت شناسی امارت اسلامی، دیدگاه برعکس دارن اونها. مثلا اینها انتظار رو نداره که از بیرون امارت اسلامی به رسمیت شناخته شود، اونها حرفشانی است که از درون باید همه چیز ساخته شود، مثلا مشروعیت از درون بیاید، یک بار حکومت بیاید مشروعیت از مردم بگیره، بعد میگه این کشورها خودشان آماده ازی میشن که امارت را به رسمیت بشناسند. این ظاهر اجندا چنین است و ما که گفتیم که زمانی که موافقه سر ازی صورت بگیره که گفتمان بین الافغانی صورت بگیره، این خود خودی سوال را جواب میتن. چرا یک مکانیزم به وجود میایه و یک نقشه راه به وجود میایه که ما چه وقت میخوایم به او تو استیج برسیم که باز مثلا انتخابات در بین باشه و این مسائل، بدون از او قدم های اولیه تا گرفته نشه ما به اصل موضوع نمیرسیم. پس به او خاطر از بیرون شناختن هم اونا شرایط خود را بگوین، چرا که شناخت افغانستان
به رسمیت شناختنش یک معمو در داخل کشورهای خارجی هم شده، چرا که ما در یک موقعیت جالب جیوپولیتیک هستیم که فعلا مثلا چین است و روسیه است و امریکا، اینا هر یک دیدگاه خاص خود دارن. چین اصلا برش این مسائل چیز است به تفاوت است و حتی بسیار پشتیبانی هم میکنه و حاضر به است که مسائل اقتصادی افغانستان بیشتر به دست خود بگیره. او طرف روسیه است که تقریبا حالت میانه را داره ولی نمیخواد که امریکا هم ایجا به هدفش برسه و سیوم خود امریکاست که او چیز خود را داره، اجندای خود را داره. پس این حالت هم به نفع امارت اسلامی است که اوجا برای چیز چالش برانگیز است برای ملل متحد که چرا او نمیتونه یا اجندا رو ماشا بده که میتونه بس بکنه به اون نتایج نمیرسد. خیلی سپاسگزار آقای حبیبی. یکی از نگرانی های امارت اسلامی وقتی نشست دوم دوحه برگزار شده بود بحث دعوت شدن مخالفین امارت اسلامی به نشست بود، هم از جامعه مدنی و همین گونه رسانه هایی که مثلا در مخالفت شدید با امارت قرار دارن و همین گونه مخالفین و چهره های دیگر سیاسی که در مخالفت قرار دارن. چی باید شوه که به گفته آقای زازه بازی برد برد باشه، برد باخت نباشه به یک طرف؟ جناب رازقیار صاحب، یک چیز خدمت شما عرض کنم که ما همیشه ای را یاد کردیم، اونایی که امروز سنت مخالفت با امارت اسلامی را اینا درست کردن، تمام مشکلات بدبختی ها و سیاروزی های این ملت مظلوم بیچاره در نتیجه کار کرد یا کار برده 20 سالی از اینا بودن. اونا دیگه به این ملت چی ارمغان داشتن، اونا به این ملت چی دستاورد داشتن که حال یک جبهه مخالف در برابر امارت اسلامی انتخاب کردن. خب شاید بعضی چهره ها وجود داشته باشن که اون چهره ها یک مقدار در بین مردم، یک اون را چهره متعدد نه یکی شاید در بین مردم روی یک سلسله ملاحظات محبوبیت داشته باشه، همیشه که امارت اسلامی با اون چهره داخل مذاکره شده با امو چهره بشنه. اما سایر چهره های جناب رازقیار صاحب، سایر چهره هایی که امروز طرف مخالفت با امارت اسلامی گرفتن، خون امی ملت خوردن در طول امی 20 سال گذشته، چه کردن با امی ملت بیچاره و مظلوم، بدبختی ها و مظلومیت های امی ملت همه در نتیجه کرده های امنا بودن. اونا به جای از این که به این ملت غمی ملت بخورن، کار بنیادی به این ملت بکنن که این ملت دیگه جوانش بعد از فارغ شدن از پانتون ها بیکار نمانن، شامل کار شدن در کشورهای اغیار ماجر نشن، نکردن این کارا را، نکردن به اصلا بند انهار جور نکردن جناب رازقیار صاحب، نکردن فابریکه های تولیدی جور بکنن تا همین جوان های همین وطن هم دمو فابریکه های تولیدی مصروف شدن. اونا امروز که طرف مخالفت که با امارت اسلامی گرتن و به اصلا اگان جبهه ها را درست کردن، اونا خواست کسایی بودن یک زمان وزیرا بودن، معاونین رئیس جمهور بودن، والیا بودن. من همیشه ای را میگم ببینین، من جناب رازقیار صاحب مخ مربوط به امارت نیستم، امارتیام نیستم، من یک فرد وطن دوست محب وطن هستم، ولی امارت به این خاطر من قبول دارم که یک واقعیت است. تقریبا حالا میگم 100% در اراضی افغانستان حاکم هستن، حکومت هستن و حضور دارن. حالا آمدیم راجع به این که دنیا هم پافشاری نکنه از سر شرکت او چهره های او موره های سوخته که 20 سال گذشته خوردن چور کردن چپاول کردن هیچ نوع کاری نکردن برای خود. حالا ببینید رسوایی و افتضایشان بلند میشه از طرف بعض شبکه های دنیا که در بیرون از کشور چی به اصطلاح اونا بلند منزلا و چی که کارهای از خون ملت حبیب دنیا تاکید نکرده برای این چهره، ولی هنوز هم مشکل افغانستان را میدانن. واقعیت همی است که جهان حل نشده میداند چالش افغانستان را. و آقای زازه حرفش ای است که نشست سوم دوحه باید به عنوان یک فرصت برش دیده شود و در این نشست باید زمینه برای ای هم مساعد شود که یک دیالوگ بین الافغانی شکل بگیرد. جناب رازقیار صاحب، اگر امارت اسلامی، ما پیشتر هم در صحبت‌های خود گفتم بهترین چهره های ما در داخل داریم، بهترین کادرهایی داریم، بهترین شخصیت های ما داریم، شخصیت های سیاسی، شخصیت های علمی، شخصیت های فرهنگی در داخل و در خارج داریم که گذشته های بدنام نداشتن، این بدنام زمانه نبودن، میشه که امارت اسلامی همین چهره ها را به دنبال همین چهره ها براین و دنبال همین شخصیت ها برای بیارن، همین شخصیت ها را بیارن با همین شخصیت ها جلس های دایر بکنن،
امینا را تبارز بتن بیارن در می حکومت خود. خیر از جناب رازی قیال صاحب وزیر نیم و اینا چه در به اصلا در دوائر دولتی مرکزی چه در ولایات، مثلا والی اگر نیم معاون والی، امینا را بیارن کادرهای ملت ما را، کادرهای تحصیل یافته ما را، به اصلا اینمی نسل خوب درست کارآمد کارآزموده عاشق محب وطن بیارن. تشکر. بیارن دنیا، اینجا دیگه دنیا هم متوجه میشه که حالا امارت اسلامی خارج از امارت اسلامی چهره ها کادرها را آوردن، معینات تعیین کردن، مشاورین تعیین کردن، والیات تعیین کردن، میشه یگان چهره های فنی کارآزموده را وسط وزیر تعیین کنن. خیر است. من میگم که حال دنیا یک مقدار این امارت به این قسم مورد آماج تبلیغات قرار داده که همه چیز در اختیار خود گرفته، در انحصار خود گرفته، مکاتب هم بند کرده، پانتونار هم برای دخترها بند کردن، اینمی زمینه تبلیغات در از نام سایده. من امیدوارم که این مشکل رهبرای محترم امارت اسلامی امیر در داخل، مثل که جناب زازه سیوام گفت، در داخل این مسئله رو حل کنن، امیر حل کنن، از بطن امی و وطن از درون این مسئله رو حل کنن که خیلی قابل حل هم هست. بله. آقای زازه، خوب نقش قطر چی است در برگزاری نشست ها و چرا پافشاری داره به این که خب باید اشتراک بکنه نماینده امارت اسلامی به این نشست؟ شما میدانید در ایران هم وقت ملا برادر دیده با یک مقام قطری خوب خواسته شده که باید اشتراک بکنه نماینده امارت اسلامی در این نشست، و همین گونه معاون وزارت خارجه قطر الخلیفی که آمده به کابل با هر کی میبینه هر مقام امارت اسلامی تاکیدش هم است که باید اشتراک کنن. تشکر. واقعا برای کشور میزبان قطر ای بسیار مهم است که ایدیالوگ به موفقیت برسه. ای یک ولیو یک ارزش است به میزبانی اونا، ای مهم است برشان. و ای که مثلا پروژه های آینده چی است او مسئله دیگه است، اما نقش اینا بسیار مهم است. چرا خود قطر هم با کشورهای هم جوارش که ما دول عربی باشه یک نوع به خاطر قدرت نمایی، این موضوع بسیار مهم است. یک نوع در چیز قرار داره، یک تضاد هم بگوییم یا یک کمپیتیشن است که اونا میخواه که امی چیز را از خودش بسازه، ابتکار به طرف خود ببره. و از نگاه چیز خب امارت اسلامی هم قبول کرده، قطر هم این کشور پذیرفته که مسائل افغانستان اونجا بحث شوه، هم یک چیز یک برد خود قطر است، و گمان کنم که این یک چانس باشه و من امیدوار هستم که از این به شکل درست استفاده شد. بله، ولی این که میگین خب پروژه های بعدی چی میتونه باشه، ایر زمان مشخص ساخت خود، منظورتون چی است؟ خب بله، یعنی نسخه های دیگر در راه هست؟ خب این معلوم دار، چرا که ما نمیتونیم که بگویم به یک مجلس که میشه همه موضوعات افغانستان حل میشه. اینجا کشورهایی که اشتراک میکنه همگی استراتژی های خود را داره که او بسیار چیز میشه به این که آینده افغانستان چی است، چی گونه میشه که با افغانستان تعامل کرد. چرا آل یک نوع دنیا به طرف چند قطبی شدن روان است، در اینجا هر کس موقعیت خود را میبینه و دول اسلامی ها از القیاس بر شک موقع بسیار خوب است. خب بله، پروژه های است که باید او تطبیق شود. در اوجه هم رول قطر خواد بود درست که او چی پروژه بیشترش روی اقتصاد میچرخه و روی مسائل جیوپولیتیک که هر کس برای خود اهداف داره. شاید یک نشست بزرگ بین این سه قدرت که عملا دخیل هستند در مسائل افغانستان مثل چین و امریکا و روسیه، هم قطر میزبانی بکنه که چی گونه میتونه ای از این خواسته ها باز موضوع وین وین سیچویشن به وجود بیاره، چرا که او باز به خیر افغانستان است. ما از این که بین این قدرت ها کش شویم و از هم پاشیده شویم، خوبتر است که یک حالت بیایی که ما بتانیم بالکل از تمام از اینا استفاده بکنیم، و امید داریم که افغانستان یک وقت
مثل که یک کشور کشور جرگه هاست، ما بتانیم بین قدرت ها هم بتانیم جرگه های را دایر بکنیم و مشکلات ولی آقای زازه خب کوتاه اشاره بکنین، چون مردم افغانستان زیاد خاطری خوش نداره از پروژه هایی که بیرونی ها تطبیق میکنن، پروژه هایی که بعد از این میاد در مورد افغانستان، این حتما به نفعش باید باشه 100%. چرا ما گفتم که ما در بهترین حالت فعلا قرار داریم که قدرت 100% به دست افغانستان. خب این هیچ مشکل چیز نه، جهان سوم عموما یک نوع زیر فشارهای اما کلونایزیشن یا استعمار موجود است، این ولو اگر در ظاهر آزاد هستند از نگاه اقتصادی بسته هستند، از نگاه سیاسی بسته هستند، این فشارها خود بود، ولی بهترین حالت است که ما زمانی که قدرت را به دست داریم و پروژه ها بیاید تطبیق شود و تحت سرپرستی و تحت سیاست های خود ما. خیلی سپاسگزار آقای حبیب، شما بسیار فشرده اشاره بکنین که راه میانه چی از طال تقابل که به میان آمده میان امارت اسلامی و سازمان ملل بر سر نشست دوحه. جناب رازقیار صاحب بهتر است که نماینده محترم امارت اسلامی اگر در این نشست میرم شرکت میکنم. یگانه راه حل همیست که امینا با اونمون نماینده های کشورهایی که در اوج جلسه شرکت میکنن با اونا دیده بازیدهی داشته باشه، ملاقات های با اونا داشته باشن، تفاهمات با اونا داشته باشن، اهداف به قول جناب آقای زازه ای که اونمو اهداف خود باید برشان تشریح بکنن، از نایه باز شدن مکاتب بالاتر از سمت ششم و پنجم برای دخترای وطن اونا را اطمینان بدن، از نایه شمولیت چهره های خوب کادرای نیک درست کارآزموده و نیک نامی را که در بیرون از امارت اسلامی هستن خانه نشین یا داخل خارج شمولیت از اونا را در حکومت خود اونا اطمینان بدن، یک نوع سکون دل بر از اونا بدن، یک نوع اینی تقریبا یک اونا را خادن انشان برشان بسازن تا همی زمینه بر اسمیت شناختن امارت اسلامی توسط همی کشورها مساید چوه. ولی هر قدر که اینا اونا را اطمینان نتن، اینا دور بگرن خدا و فقط روی یک موضع خود پافشاری بکنن، والا ما با کشورهای بیرونی حق نمیتیم مداخله کنه در امور داخلی ما، درست است مداخله حق نتیم ولی خواست ملت ماست، ادامه تحصیل خواست ملت ماست، شمولیت کادرهای صالح خوب در حکومت حق مشروع ملت ماست، این نمیست که انشالله بین امارت اسلامی و جهان کشورهای دور نزدیک یک تفاهمات تعاملات موجود. خیلی سپاسگزار حضورتان مهمانان گرامی به برنامه امروز نیمه‌روز.